چند روز پیش یکی از استانا اسم نبرم سخنرانی داشتم، یه جوانی اومد پیشم 21 ساله شد، سیبیلای قیتونی باحالی هم داشت. من کشید کنار، گفت داخل پاکت میدی، گفت من اعتیاد به یک گناه جنسی دارم، روزی 5 مرتبه باید این کار انجام بده. 5 مرتبه و دوچار آرزه‌های جدی بیماری هایی شدم. اعتیاد پدر مادرش خبر دارم؟ نه. الان بچه یه چیز دیگه براتون، یکی از دوستان ما تو نمایشگاه قرآن مشاوره میداد، نمایشگاه قرآن که تو مصلا انجام میشه، شوش دکترا داره، توی صدا و سیما یه جای مشغوله، منو دعوت کرده بودن برای گفتگو اونجا، برای بعد جلسه یا قبلش با هم صحبتی کرد. میگه من که اونجا مشاور بودم، میزه مشاور رایگان بود، مشاور خانواده، میگه دختر خانومی با پدر مادر همین 3 نفره اومدن، خانواده مذهبی هم بودن، مادر چادری بود، اومدن و پیش منو دختری گفت من مشاور بودم، گفتم بفرما دخترم بشین. یه برگشت گفتش که نه پدر مادرم نباشه. بعد میگفت اونا هم خیلی محترمانه گفتن که باش ما میریم یه دور میزنیم، منتها گوشی مامانتو بگیر دستت باشه که ما بتونیم پیدات کنیم. یه گفت من خجالت میکشم به شما بگم، کل خوش این ورمه که من گفتم اتوانا تو خیابون داشته میرفته پسری من بشه گفته پخی، این الان مثلا خود اونو به من بگم. چند سالش رو تشکیک از من حضور ذهنم، یا گفت 11 یا 13 اینجوری میگفت یه پسری اومده مدرسه اومدن بیرون با من دوست شده، خب منو برده خونه شد، بعد اونجا دوستاشم اونجا بود، این بچه مورد تجاوز جنسی توسط 4 نفر قرار گرفته بوده، بعد میگفت الان منو میترسونن، بعد خودمم به این کار اعتیاد پیدا کردم. بچه 11 یا 13 ساله داره حرف میزنه. ببخشید اینو میگم، دارم پول تو جیبیامو جمع میکنم که بتونم یه کاری بکنم. میگه من خوشگم زد، چی فکر میکردم چی شد؟ یادم افتاد این پدر مادر چقدر محترم، گفتم پدر مادر، گفت دائم تو اتاقم هم فقط دارم فکر میکنم، بابام هم فکر میکنه دارم درس میکنم، بابام یه نور پاک رو منو باشم تو اتاق دارم درس میکنم، درسش چه میگفتم دیگه بهشون توجه نکن دیگه سمتشون، گفت هی میخوام این کارو کنم اما دوباره وسوسه میشم. یعنی اعتیاد جنسی پیدا کرده بچه 13 ساله تهش. میگه من مونده بودم چجوری پدر مادر اینو یه جوری پیدا کنم بهشون بگم، گم و گور شدن، میخواستم بچه دستم در نره، احساس وظیفه میکردم، من مونده بودم، من که دکترای این علمو داشتم توش مونده بودم، من باید چی کار بکنم؟ طرف اصلا خبر نداره. بابا جوونا میان پیش ما، من بهم اسمس میدن، بهم زنگ میزنن، تو وبلاگ و سایتمون نظر میذارن، تلفن گویا داریم زنگ میزنن، اگه بخوان انتقاد بکنن از من یه داخلیو میگیرن نکته رو بهم بگن، یه داخلی رو میگن، بخوان سوال بپرسن یه داخلی رو میگن، یا نکاتی رو مردم حضوری منو میبینن تو خیابون اینور اونور، یعنی از یه مسیر از 10 تا طریق من مطلب میگیرم. چیزایی الان دارم میشنم که متاسفانه مصداقهای کم نیست دا که بگیم مثلا این کمه دیگه، حالا یه مورد یه جا پیدا شده تو تعمیمش نده، نگو همه جا هست، نه خیر، بعضیش واقعا من میبینم داره شایعه پیدا میکنه، بعضی خودارضایی بینه نوجوان ها و مجردان، بحث شایعی داره تبدیل میشه.